ببین عزیز من، ببین دورت بگردم، اون چیزی که دین سرش دعوا نداره ارتباط تو با خداست. شنیدی عزیزم، فدات شم. ببین، خواهش میکنم دقت کن، خدا اصلا و ابدا سر ارتباط تو با خدا با دعوا نداره، هیچ کاری هم باهات نداره، فقط سر این دعواه. برده کس دیگه نشو، رهاشو، خودت مطمئن نم میایی. به پیغمبرش چی میفرماد؟ فقط تو به اینا سیطره نداری یا پا برم چی کار کنم؟ تو فقط برو اون رو رها کن، او خودش میاد. دین دعواش سر رهاییه، سر چیز دیگه دعوا نداره که. آخه احمقانه است بگیم دین میگه که تو ارتباط تو با خدا قوی کن، یالا یالا قوی تر قوی تر، یه مقدار قوی تر، یه مقدار. آقا اینا که زوری نیستش که، نه موعظت میکنم درست بشی. آقا با موعظم نمیشه، با تو عاشق خدا بشی، یالا یه کمی عشق ببر بالا، بالاتر بالاتر، نه این کمن. آقا این چه برخوردیه؟ ارتباط قلبی انسان با خدا با هیچی درست نمیشه، باید از دلش شکوفه بزنه بیاد بیرون. پس دین چی میگه؟ دین میگه من فقط میخوام تو رو رها کنم، فقط همین. و جلو این دین یه کسانی شعار آزادی بدن، الله اکبر، چی شده؟ چه اشتباهن در اشتباهن در اشتباهی. یکی از ادبیات دینی که محجور ادبیات آزادیست. هنوز هم که هنوز بعضی از کامنت ها ضمن تشکر میگن چه زاویه دید جالبی از ناحیه آزادی رهایی به دین نگاه میکنی. بابا این مال اصل دینه. من که این زاویه رو انتخاب نکردم به فراخور حال. جور دیگه دین رو گفتن غلطه، از همینه. فلسفه بندگی خدا چیزی جز رهایی از بندگی غیر خدا نیست. دین دعواش سر چیه؟ سر آزادسازی. نه، دین دعواش سر ارتباط با خدا. دیوونه، اون دعوا نداره، اون دعوا بردار نیست، موعظه بردارم نیست، تلقین بردارم نیست، او هیچی، اون نمیشه کاریش کرد. اون ارتباط تو با خدا، اون عشق، اون عاطفه است، اون احساس امنیت. فقط دیگران نباید تو رو اذیت کنن، تو خودت رشد کنی. درخت دین درخت کریسمس نیست بهش هدیه آویزون کنن. درخت دین درخت بهاره، باید خودش شکوفه بزنه میوه بشه. آقا درخت دین وقتی کاشتی درخت میوه 4 سال باید صبر کنی میوه بده. خب صبر کن، کاشتن چی کرد؟ لگد میخوای بزنی؟ لا اکراه فی الدین یعنی این. در ارتباط تو با خدا که اکراهی نیست. دعوا سر چیه؟ دعوا سر بردگی غیر خدا نکن، بندگی غیر خدا نکن. فلسفه قیام امام حسین آزادی بود، رهایی بود. گفت میخوام مردم شما رو رها کنم. همینم هم نمیخوای، بی خیال برگشت. ما دعوا نداریم. من از صدا و سیمای جمهوری اسلامی تقاضا میکنم ماه رمضان سال آینده میاد یا نمیاد؟ میاد دیگه. فیلم و سریال تو ماه رمضان سال آینده پخش میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. خب الان لابد دارن میسازن دیگه. باور کن حرامه اگه فیلم مذهبی بسازن بعد توش ثابت نکنن. تقوا یعنی رهایی، ایمان یعنی رهایی، آزادی جامعه، آزادی فرد. هر چی دیگه بگن، من نظرم اینه که حرامه. اگر دین مایه رهایی نیست، تو داری غلط دین رو معرفی میکنی. مثلا دینی حرفا نیست. همینه که امیرالمومنین میفرماید به کسی که تقوا نداره، امیرالمومنین میفرماید الا تسعى في تحرير رقبتك و فكاك رقك. نمیخوای تلاش بکنی گردن تو از اسارت آزاد بکنی، خودتو از بندگی رها بکنی؟ اینا ادبیات امیرالمومنینه. امروز گفته پای شعار زن زندگی آزادی آقا امیرالمومنین اومده گفته من متناسب حرف بزنم. میفرماید من زهد في الدنيا اعتق نفسه، هر کی زهد پیشه کنه از دنیا خودشو آزاد کرده. تو این حس آزادی رو اگه نتونی به تصویر بکشی، نمیتونی تصویری از دین به جامعه ارائه بدی. خیلی از همینایی که به بهانه رهایی میان علیه دین شعار میدن، میگن حساب سردار سلیمانی جداست، نوکرشیم.
چرا؟ چون اون آورنده رهاییه. اونایش که میفهمن آورنده رهایی ملت هاست، اون حسابش جداست. خب هر کی اینجوری باشه همینه. اصل دین، ادبیات دین، اصلش باید بحث آزادی باشه. آزادی فردی، آزادی اجتماعی، آزادی یک فرد، آزادی یک ملت. دین دعواش سر چیه؟ سر آزادسازی. فقط سر این دعوا برده کس دیگه نشو، رهاشو، خودت مطمئن نمیای. دین دعواش سر رهایی، سر چیز دیگه دعوا نداره که.